فقط به خاطر اینکه ایماندار هستن افرادی در چین هستن که امروز دارن پرستش میکنن و مقامات میان اونجا و در حین جلسه پرستششون کلیسا رو به هم میریزن و شبانشون رو به زندان میبرن امروز این اتفاقا داره میفته اگه به وبسایت سازمان خدماتی درهای باز برید به شما میگن هر ماه 322 مسیحی به خاطر ایمانشون کشته میشن یعنی هر روزه هر ماه 214 کلیسا خراب میشه هر ماه 772 بار از انواع خشونت نسبت به ایمانداران اتفاق میفته. انواع خشونت شامل کتک زدن، رو شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، دستگیری، همین ماه 772 بار این جفاها برای کسی که مسیر رو میشناسه اتفاق میفته. از خودمون میپرسیم چطور خدا اجازه میده این اتفاقای وحشتناک برای بچه‌هاش رخ بدن؟ برای کسانی که پیروانش هستند چرا یه بار برای همیشه این رنج رو برای ما نابود نمیکنه؟ اگه اینطور میشد به شرط خیلی آسان‌تر نمیشد؟ هی به عیسی اعتماد کن و یه مزیت برات داره دیگه هرگز رنج نمیکشی. دیگه دردی نخواهد بود آره این حقیقت نداره درست نیست شما میتونید بعضی از این واعظان تلویزیونی رو ببینید و باور کنید که حقیقت داره دوستان من حقیقت نداره باید چشماتون رو روی واقعیت دنیا ببندید تا باور کنید حقیقت داره اینطور نیست خدا هیچ وقت وعدش رو نمیده درست نیست در واقع این سوالاتیه که تو ذهن نویسنده است خدا چطور اجازه میده این اتفاقات وحشتناک برای بچاش بیفته و میخواد بهمون جواب بده پس بیایید ادامه بدید آیه 5 و از یاد برده اید. یا آیا یادتون رفته یه توبیخ کوچیک تو این سال هست یعنی شما چیزی رو فراموش کردی که خیلی مهمه و اون سخن تشویق آمیز را از یاد برده اید. لطفا درک کنید متن برای تشویق شما نوشته شده این یه متن تشویق آمیزه اگر در شما ترس ایجاد میکنه درست متوجهش نشدید هدف این نیست و آن سخن تشویقامیز را از یاد برده اید که شما را پسران خطاب کرده حالا میخواد از امثال با بسه آیه 11 نقل قول کنه ولی میخواد به طور خاص به اونا به عنوان پسران و دختران پادشاه یعنی ایمانداران به عیسی مسیح نسبتش بده امثال 3 آیه 11 ای پسرم تأدیب خداوند را خار شمار، و, و چون توبیخت کند دل مشو واژه توبیخ یعنی بهتون نشون میده اشتباه کردید تا حالا خدا این کار رو باتون کرده فکر میکردید حق با شماست بعد بهتون نشون داد اشتباه میکردید درسته؟ همیشه این کارو میکنه میدونی چرا چون ما همیشه اشتباه میکنیم زیرا خداوند آنان را که دوست میدارد تعدیب میکنه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید یا پسری که خوشنودیش در روز تنبیه میکنه زیر تنبیه مینماید خط بکشید کلمه خیلی مهمیه این کلمه ای که سوء برداشت زیادی رو از این متن باعث شده پس چند دقیقه روش وقت میذاریم تا مطمئن بشیم درکش کردیم اگه ترجمه ان آی وی سال 1984 رو داشته باشید که منم دارم از روش میخونم میگه هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید اگر نسخه جدیدتری از همین ترجمه رو داشته باشید که سال 2010 منتشر شد این ترجمه جدید کلمه دیگه به کار برده و اینطور میگه هر فرزند خود را که میپذیرد تسبیه مینماید. و اگر ترجمه بازبینی شده استاندارد رو داشته باشید میگه تعدیب مینماید. اگر ترجمه ESV را داشته باشید میگه هر فرزند خود را که میپذیرد توبیخ مینماید. اگر ترجمه NASB رو داری دستتون رو بلند کنید آره کلمه جالبی تو دست شماست این ترجمه میگه تازیانه میزند هر فرزند خود را که میپذیرد تازیانه میزند این کلمه همون معنی رو میده که دارید بهش فکر میکنید تازیانه میزند اگه ترجمه آزاده پیغام رو داشته باشید میگه او فرزندی را که میپذیرد همچنین اسلامی نماید واو چه تنوع زیادی تو ترجمه هاست کلمه یونانی مستیگو به عنوان تنبیه تصویه تعدیب توبیخ تازیان زدن یا اصلاح ترجمه شده چرا اینقدر تنوع تو ترجمه هست؟ مهمه چون اینجاست که درک نادرست اتفاق میفته کلمه یونانی که تنبیه ترجمه شده مستیگو هست که درکش به شدت دشواره به دو دلیل یکیش تاریخ ترجمهش هست و دومی دامنه معناییش هست بذارید مختصرا جفتش رو باز کنم اول از همه تاریخ ترجمهش هست به امثال باب ۳ آیه ۱۱ برید میخوام از عهد قدیم بخونیدش چون میخوام تمایزش رو در متن اصلی و نقل قولش در ابرانیان باب ۱۲ ببینید امثال ۳ آیه یازده اینطور خونده میشه پسرم تعدیب خداوند را خار مشمار و از توبیخ او بیزاری مجو تقریبا کلمه به کلمه مثل نقل قولش در ابرانیانه زیرا خداوند آنان را که دوست می‌دارد تعدیب می کند این بار هم تقریبا همون چیزیه که در عبرانیان داریم با این حال این قسمت متفاوته چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست حالا دوباره ببینید تو ابرانیان دوازده آیه شش قسمت آخر چی میگه نمیگه چنان که پدری فرزند خیش را که مایه خشنودی اوست میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه می یا میتونید بگی او پسری را که مایه خشنودیاش هست تنبیه میکند یکم فرق میکنه اینطور نیست پدری با فرزندش که مایه خوشنودیشه در برابر فرزندش که مایه خشنودیشه رو تنبیه میکنه پدر به تنبی تبدیل شده تفاوت بزرگیه شاید یکی بپرسه چطور این اتفاق افتاد؟ این سوال رو میپرسید؟ کسی کنجکاب هست؟ آره، خوشحالم. چون میخوام بهتون بگم چطور اتفاق افتاد و باید بدونید چطور اتفاق افتاد. درکش خیلی مهمه. پس متن اصلی عبری میگه «چنانکه که پدری فرزند خیش را که مایه خوشنودی اوست ولی در عبرانیان باب دوازه میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه می کتاب مقدس یهودی در اصل به عبری نوشته شده و چند جا به آرامی بعد تو قرن بعد از ملاکی که آخرین کتاب عهد قدیمه اسکندر کبیر حمله کرد و امپراتوری پارس رو شکست داد و شروع کرد به بنای فرهنگ و زبان یونانی در اطراف دنیا در اون زمان حدوداً 275 قبل از میلاد گروهی از یهودیان در اسکندریه مصر تصمیم گرفتن کتاب و مقدس عبری رو به یونانی ترجمه کنند چون اون زمان همه چیز به یونانی ترجمه میشد پس هفتاد یا هفتاد دو نفر از اونا نشستن و تمام عهد قدیم رو ترجمه کردند. این ترجمه مشهور شد به سپتو که در لاتین به معنای هفتاد هست. در نسخه تکنیکی سپتو از حروف اختصاری LXX استفاده شده که عدد رومی برای هفتاد هست. چیزی که مهمه درک کنیم اینه که سپتو ترجمه یونانی عهد قدیم کتاب مقدسی بود که اغلب نویسندگان عهد جدید وقتی داشتن رساله های کتاب مقدسیشون رو نوشتن بهش اشاره کردن. در واقع نویسنده کتاب ابرانیان وقتی داشت عهد قدیم رو میخوند ترجمه یونانی عهد قدیم رو خوند. پس وقتی سپتو آجنت رو میخونید و به امثال 3 آیه یازده میرسید میگه و هر فرزند خود را که میپذیرد تنبیه مینماید و کلمه یونانی در ترجمه یونانی عهد قدیم مستیگو هست. مستیگو که تنبیه ترجمه شده. پس مترجم در جایی در مصر در سال 275 قبل از میلاد کلمه رو از پدر به مستیگو تغییر داده سوال اینه که چرا این کارو کرد؟ میخواید بدونید چرا؟ من واقعا کنچکاوم بدونم که چرا این کارو کرد یه تئوری دارم شاید این اتفاق افتاده برای نشون دادن اتفاقی که افتاد باید به طور خلاصه بهتون عبری یاد بدم آماده اید نمیدونستید قرار عبری یاد بگیرید در واقع درس ابری نیست فقط میخوام چند تا چیز در ابری بهتون نشون بدم اوکی خب این کلمه در ابری یعنی پدر بسیار خوب این پدره پدر خب این کلمه در ابری یعنی درد و اندو میدونم که متخصص ابری نیستید ولی تفاوت این دو کلمه رو میبینید تفاوت خیلی زیادی نمیبینید مگه نه؟ میدونید فرقشون چیه؟ اینجاست. فرقشون بین این و اینه. پس راحتی قابل درکه اگه به یک متن باستانی عبری از عهد قدیم نگاه کنید که روی پوست نوشته شده این حرف واو کوچیک میتونه شبیه این به نظر بیاد یا شبیه این ظاهرا مترجم وقتی داشت ترجمه میکرد این رو دید پس به یک کلمه یونانی نیاز داشت برای ترجمه درد و اندو پس کلمه مستیگو رو انتخاب کرد که به معنی درد و اندوه ولی همچنین به معنای تازیانه زدن هم هست چون تازیانه باعث درد و اندوه میشه بعد مترجم های انگلیسی به ابرانیان با به دوازده رسیدن که کلمه مستیگو رو تحت الهام روح القدس به کار برده و باید تصمیم می چه کلمه انگلیسی برای مستیگو استفاده کنند. بعضی معنی تحت و لفظی رو که تازیان زدن بود انتخاب کردند. مثل NASB و کینگ جیمز بقیه گفتن نه درباره تازیان زدن صحبت نمیکنه بلکه داره به ایجاد کردن درد یا اندو در زندگی یک شخص فکر میکنه میبینید چطور این اتفاق میفته پس ایده اینه که پدری که پسر و دخترشو دوست داره اجازه میده تو زندگیشون درد رو تجربه کنن اگه که فکر میکنه به رشدشون کمک میکنه معنیش این نیست که به خاطر گناهانمون ما رو تنبیه میکنه تنبیه ترجمه بدی از این کلم است چون تنبیه این فکر رو ایجاد میکنه که ما به خاطر ناعتاعتی یا گناه تنبیه میشیم در حالی که نه در متن امثال و نه در ابرانیان کلمه گناه ذکر نشده و با مطالعه ابرانیان میدونیم که تمام مجازات لازم به خاطر گناهانتون قبلا بر کی قرار گرفت بر عیسی روی صلیب به عبارت هایی که در کتاب ابرانیان دیدیم که به این اشاره میکنن فکر کنید یه لحظه دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی ماند. یک بار و برای همیشه او نشست چون کارش تکمیل شد. گناهان شما را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. دو بار خدا فرمود. پس با گناهان ما برخورد شد. تمام غضب خدا به خاطر گناهان شما بر مسیح ریخته شد. خدا هیچ کاری به خاطر گناهانتون باهاتون نمیکنه. دقت کنید، خدا هیچ کاری به خاطر گناهانتون باهاتون نمیکنه. چون خدا همه کارها رو به خاطر گناهانتون با عیسی کرد. این انجام شده این چیزی نیست که دربارش صحبت میکنه چیزی که میگه اینه که میدونی چیه؟ گاهی به عنوان والده میذاریم بچه هامون تو زندگی درد و تجربه کنن تا بتونن رشد کنن و پدر پر محبت ما در آسمان اجازه میده گاهی درد و اندوه در زندگی تجربه کنیم اگه به رشدمون کمک میکنه اون جمع ظاهرا اینو فراموش کرده بودن یادتونه که گفت به نظر میاد یادتون رفته اونا چیزی که اسمشو مفهوم رنج کشیدن آموزشی مینامم فراموش کرده بودن این مفهومیه که من و شما هم اساسا فراموش می‌کنیم. پس این مت برای ما هم مهمه. آیه هفت سختی را به منزله تعدیب تحمل کنید. میشه لطفا زیر این قسمت خط بکشید. چون این نکته مهمه متن ماست. سختی را به منزله تعدیب تحمل کنید. کلمه تعدیب پدیا هست که ریشش پیدو یعنی فرزند معنیش میشه بزرگ کردن و تربیت فرزند تربیت کردن فرزند تعلیم دادن همون کلمه ای که در افسوسیان 6 آیه 4 اومده ای پدرم فرزندان خود را خشمی مسازید بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید در دوم تیموتائوس 3:16 هم اومده تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است همون مفهومه این راهنمایی کردن فعالانه و تعلیم دادن این هست که چطور با مسئولیت پذیری زندگی کنیم یعنی تربیت و تعلیم و تعدیب و اصلاح نکته اینه که سختی رو به عنوان آموزش تحمل کنید یا بذارید تو دو کلمه خلاصش کنم اینو بنویسید درد آموزنده است اگه تا حالا درد و چیزی که ازش یاد گرفتید رو تجربه کردید میدونید دقیقا درباره چی صحبت میکنم درد آموزنده است بعد ادامه میده میگه خدا با شما همچون پسران یا فرزندانش رفتار میکند زیرا کدام پسر است که پدرش او را تعدیب نکند یا تربیت نکند اگر شما تعدیب نشدید در حالی که همه از آن سهمی داشتند پس حرامزاده اید نه فرزندان حقیقی ما باید سختی و درد که خدا برای تربیت ما اجازه داده تو زندگیمون باشن رو بپذیریم چرا چون این تصویری از محبت خدا نسبت به ماست برعکس چیزی که ممکنه فکر کنیم او چون درد تو زندگیمه یعنی خدا نادیدم گرفت نه اجازه داده اتفاق بیفته چون پدر شماست شما رو دوست داره میخواد تربیتتون کنه و رشدتون بده بلا به همه ما پدران زمینی داشتیم که تعدی ما میکردند و ما به آنها احترام میگذاشتیم وقتی به عقب نگاه میکنیم به خاطر کارهای والدینمون قدردان هستیم حال چقدر بیشتر باید پدر روحهایمان پدر روحانیمان را اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم تربیت او که از طریق درد میاد منجر به تجربه عمیقتری از زندگی میشه آیا میخواد زندگی در مسیر رو تجربه کنید درد رو بپذیرید چون در درد هست که تجربهش می کنید. سختی را به عنوان آموزش تحمل کنید چون درد آموزنده است. می دونم به چی فکر می من درد و دوست ندارم. چرا باید به این شکل باشه؟ ما از درد بیزاریم و به هر قیمتی ازش دوری می کنیم. فکر میکنیم درد بده میشه یه لحظه مکس کنیم فقط برای روشن شدن مطلب میشه یه لحظه تصور کنیم که شاید درد هدیه فیض خدا باشه در این دیده کتاب مقدسی از درد هست این جنبه از فیض خداست جزامیان انگشتاشون رو از دست میدن چون احساس درد رو از دست میدن پس وقتی کنار آتیش میشینن و دستشون رو روی آتیش میگیرن و انگشتاشون روی آتیش میمونه حتی نمیتونن حسش کنن ولی اگه ما این کار میکردیم و انگشتامون رو نگه میداریم اونا درد و احساس نمیکنند <applause> از دستشون میدن درد هشداری از یه خطره چند هفته پیش لباسم کنار زدم و یکم درد در این قسمت شونم احساس کردم برا مجیب بود خیلی بهش توجه نکردم چند روز بعد دوباره تکرار شد مالی دمش؟ نگاش کردم دیدم یه توده کوچیکه که قبلا ندیده بودمش دو سه روز بعد دردش شروع شد به لیبی نشونش دادم گفت همین حالا برو دکتر پوست رفتم دکتر ازش نمونه گرفت فرستادم آزمایشگاه نتیجهش پیش سرطان بود بخش پیش رو دوست دارم بخش سرطانش اصلا خوب نیست ولی می‌دونید چرا پیش سرطان نه سرطان درد باعث هوشیاریم شد درد خوبه درد هدیه ای از جانب خداست و یکی از چیزهایی که تو این مت یاد میگیرید اینه که درد یکی از ابزارهاییه که خدا تو زندگی آمون استفاده میکنه تا ما رو رشد بده او پدر نیکوی ماست همون کاری رو میکنه که شما هم با بچه هاتون میکنید هدف ما نبود درد. هدف ما دوری از درده هدف خدا صمیمیته و اگه لازم باشه از درد استفاده میکنه یادتونه بچهتون <applause> یا یکی از اقوام و آشناهاتون وقتی میخواستن دوچرخ سواری یاد بگیرن میافتادن رو زمین زانوشون رو زخمی میکردند بعد میومدید میدیدید داره گریه میکنه بلندش میکردید و میرفت و بغلتون و همینطور زار میزد و شما نگهش میداشتید این لحظه لطیف و صمیمیه و متوجه میشید واو بدون این درد این صمیمیت اتفاق نمیفته خدا میخواد در میان دردهامون برای صمیمیت به سمت او بدوی بعد مکالمه تو اینطور ادامه پیدا میکنه بعد از اینکه گریهش تموم شد اشکاشو پاک کردی دوباره میسته و میگه بابا میخوام دوباره سعی کنم میخوام سوار دو بشم بعد میگی چرخای کمکی رو که باز کردی واسه میکنم که دوباره نیفتی میگه نه نه چرخای کمکی نمیخوام نمیخوام میگید متاسفم عزیزم و شما بهش انضباط میدید یاد میدید و چرخای کمکی رو برمیگردونید اون دوباره گریه میکنه ولی این به دلیل دیگه ای و حالا برای دردی که شما باعث شدید و اون گریه میکنه و شما اونو بغل میکنین و دوباره میره تو بغلتون و این اون چیزیه که خدا میخواد وقتی درد هست میخواد بریم تو بغلش چون میخواد باهاش صمیمی بشیم و چرخ‌های کمکی رو برای بچه‌هاش میذاره تا یاد بگیرند دو شرح سواری کنن چون اون پدر حکیمیه که مراقب بچه‌شه حتی اگه اون اینو درک نکنه پدران ما کوتاه زمانی ما را تعدیب یا تربیت کردند تا وقتی بالغ شدیم بنابر صلاح دید خود اونا کامل نبودن تشویق آمیزه نه اما خدا برای خیریت خودمان ما را تعدیب یا تربیت می کند همیشه برای بهترین خیریت ماست تا در قدوسیت او سهیم شویم اینجا قدوسیت منظور قدوسیت در رفتاره چون خدا قبلا به ما قدوسیتش رو عطا کرده ابرانیان ده تا میگه ما یک بار برای همیشه از طریق قربانی بدن عیسی مسیح تقدیس شده ایم ما مقدس هستیم چیزی که اینجا در باره صحبت میکنه اینه که قدوسیت جاری میشه و خودش رو در رفتار نشون میده درد آموزنده است و در میان دردها قدوسیتی که در ماست میخواد به بیرون آشکار بشه اگه تسلیم باشیم آیه 11 هیچ تعدیب یا هیچ تربیتی در حین انجام شدن خوشایند نیست میتونم یه آمین به خاطرش بشنوم بله دردناک است میدونید گاهی به عنوان پدر و مادر اجازه میدی بچهتون درد رو توی زندگی تجربه کنه چون باور دارید به رشد بچهتون کمک میکنه درد آموزنده است اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شدن میوه آرامش و پارسایی به بار میآورد درد آموزنده است پس چون در است، دست دستهای سست و زانوان لرزان خود را قوی سازید پایداری کنید برای پاهای خود راهای هموار بسازید تا پای لنگ کسانی که در درد هستند بیشتر صدمه نبینند به خاطر دردهایتان عاجز نشید بلکه شفا یابید میگه میدونم دردناکه ولی پایداری کنید شفا همراه با میوه پارسایی خواهد آمد و به عقب نگاه میکنید و میگید درد ارزشش رو داشت وقتی تو درد هستید این احساس رو ندارید ولی بعدش این حس رو دارید که درد ارزشش رو داشت من سالهای اول زندگیمو در انگلیس در جایی به اسم کیپرن ریحال بودم اونجا حیوانات اهلی و طویله برای اون حیوانات زیاد بود و همینطور هم باغچه سبزیجات داشتند یه روز وحشت کردم وقتی دیدم میزان بزرگی از کود رو برداشتن اون موقع نمیدونستم کود چیه اون روز فهمیدم اونو توی فرغون گذاشتن و بردم پیش باغچه سبزیجات داشتم نگاهشون میکردم اونا فضله گاب رو روی سبزیجات ریختن گفتم چیکار دارین میکنین چرا اون آشغال روی سبزیجات ریختین گفتن چون به رشدشون کمک میکنه من متقاعد شدم که درد مثل کوده حواستون با من باشه درد مثل کوده بوی بدی میده درسته بوی بدی میده مگه نه کسی نمیخواد روش بیفته ولی به رشدمون کمک میکنه بوی بد میده هیچکس نمیخواد روش بیفته ولی به رشدمون کمک میکنه اگه بپذیرمش و تشخیصش بدیم در میان دردهامون در صمیمیتمون با خداوند رشد میکنیم با متنی مثل این چیکار میکنیم اول از همه میفهمیم که نمیگه خدا به خاطر گناهانتون شما رو تنبیه میکنه امیدوارم این مفهوم و از ذهنتون روی شکن کرده باشید چون حقیقت نداره مجازات شما توسط عیسی روی صلیب برداشته شد دیگه حل شده شما آزاد هستید امروز قراره به ایران برم. سازمان خدماتی هست که تعلیمات رو هر روز برای ایران پخش میکنه. کلیسای ایران سریعترین رشد کلیسای انجیلی جهان رو داره. با اینکه مسیحی بودن اونجا غیرقانونیه و احتمالا امروز ابزار اصلی که خدا داره استفاده میکنه که کلیسای در حال رشد در ایران رو شاگردسازی سازی کنه تلویزیون ماهواره ای هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با برنامه های تلویزیونی کلیساها رو در ایران بنا میکنند قرار برم و با این چند میلیون مسیحی تو ایران صحبت کنم خیلی جالب خواهد بود دعا میکردم خداوند و ازم میخوای چه متنی رو موعظه کنم اینو میدونید چیه؟ اونو خواهند بلید چون اونا واقعا تحت جفا هستند وقتی بشنوند که درد آموزنده است روح القدس بهشون تسلی و آرامی میده در میان همه جفاهایی که دارن تجربه میکنند میگید پیت اما من اینطور جفا رو تجربه نمی کنم. خب بعضی از شما شاید شبیهش رو تجربه کردید بعضی از شما شاید شغلتون رو به خاطر سلوکتون با ایکسو از دست دادید یا بعضی ممکنه رابطه ای رو از دست دادید بعضی ممکنه والدینتون از ارث محرومتون کرده باشن چون به ایسا بله گفتید پس جفاهایی هست که بعضی از ما داریم تجربه میکنیم و اگه الان تجربه نمی دوستان ما داریم تو فرهنگی زندگی می که به شکل فزاینده ضد خیلی طول نمیکشه کمربند هاتون رو ببندید و وقتی جفا سراغتون اومد به ابرانیان باب دوازه برید و به یاد بیارید درد آموزنده است فقط جفا نیست که خدا برای تربیتمون استفاده میکنه دردهای مختلف زیادی هست به چند سال پیش دوران تاریکی برای جانم فکر میکنم زمانی که کاملا درد میکشیدم درد خیلی خیلی عمیقی داشتم و در میان درد خیلی خیلی عمیقم او با من ملاقات کرد منو تربیت کرد فکرهایی رو در من تصحیح کرد منو شاگرد سازی کرد منو در فیض شست منو به سمت عیسی هدایت کرد و تصحیح در میان سالگی این برام بود که بدون دردم برام اتفاق نمیافتاد و با اینکه که تیرو تار این فصل زندگیم بود اونو با هیچی عوض نمیکنم. چون درد آموزنده است سوالی که باید در میان درد بپرسی مینه خدا چی میخواد در این درد بهم یاد بده؟ خدا چی میخواد در این درد بهم یاد بده؟ اخیرا تو رازگاهانم دانیال باب سه رو خوندم میخوام با این تموم کنم شدرک میشک و عبد نقو در پاسخ پادشاه گفتند پادشاه گفته بود اگه منو پرسش نکنید شما رو در این کوره آتش میندازم فکر میکنم افتادن در کوره آتش برابر با درد برای یه لحظه و بعد مرگ ولی مرگی دردناک خواهد بود شدرک میشک و عبد نقو در پاسخ پادشاه گفتند ای نبو کت نصر ما نیازی نمیبینیم در این باره تو را جواب دهیم اگر چنان کنی که میگویی خدای ما که او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند اونا درک عمیقی از قدرت خدا داشتند او میتونه ما را از این نجات بده نگرانش نیستیم و او ما را از دست تو پادشاه خواهد رهانید نه از شولا نگفتم ما رو از شولا رهایی میده بلکه گفتم او ما رو از قدرت تو رهایی میده تو ما رو کنترل نمیکنی بعد گفتم ولی حتی اگر نه رحانت چی میشه به آتش تسلیم میشدند خدا قدرت داره ما رو رهایی ببخشه ولی ممکنه انتخاب کنه این کارو نکنه اینا آخرین کلماتی هستن که قرار رو بگیم نبوکت نصر پادشاه با دقت گوش کنید ولی حتی اگر نرهاند میخواهیم بدونی که پادشاه بدان که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که بر پا داشته‌ای سجده نخواهیم کرد بعد اونا رو تو کوره آتش انداختند کسانی که اونا را انداختند کاملا سوختند ولی اونا تو آتش ایستاده بودند چهار نفر اون تو بودند پادشاه چهار نفر رو دید آیا ما سه نفر رو تو ننداختیم؟ الان چهار نفرن. چرا چهار نفرن؟ چارومی شبیه پسر خدا بود. من کاملا باور دارم که عیسی توی آتیش ظاهر شده بود. اونجا باهاشون ایستاده بود. بهشون گفت یکم اینجا بمونید. یه دقیقه دیگه میاردتون بیرون. رفتید بیرون گذاری کنید که به من اعتماد کردید. میبینید هر دردی که دارید خدا قادر شما رو از اون درد خلاصی ببخشه اون قادر مطلقه شاید انتخاب کنه این کارو بکنه و اگه کرد او رو جلال بدید و ستایش کنید شاید هم انتخاب کنه که این کارو نکنه و اگه نکرد جلالش بدید و ستایشش کنید و بدونید که در میان دردتون درد آموزنده است و خیلی ساده بپرسید خدا چی میخواد تو این بهم به یاد بده لطفا بیستید بذارید در هنی که مرخصتون میکنم برای مشارکت گروهی براتون دعا کنم خداوند و ممنونم برای همه کسانی که اینجان میدونم تو جمعیتی به این اندازه و کسانی که دارن آنلاین گوش میدن کسانی هستند که دردمندن و رنج میکشن بعضی درد جسمی مزمن دارند. بعضی درد عاطفی بعضی درد رابطه ای و تو این فکرن که چرا مشکلشون رو حل نمی خب امروز جواب دادی درد آموزنده است و به عنوان یک پدر پر اجازه میدی تو زندگیمون گاهی درد و تجربه کنیم اگه بدونی که باعث رشد ما میشه پس خداوند عیسی دعا میکنی ما رو رشد بده میدونیم قادری ما رو رهایی ببخشی اگه بخوای رهایی بدی جلالت میدی اگه نخوای بدی تو اون درد بهت اعتماد میکنیم و اینسا ممنونیم که امروز ما رو تشویق کردی و تعلیم دادی این دعا رو در نام تو کردیم آمین روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده ابرانیان میخواد که شما بدونید دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه